داستان زیبا و آموزنده. شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا، در این ویدیو داستان پند آموزی را خدمتتان میخوانم. قبل از اینکه به اصل داستان بپردازم، فراموش نکنید که کانال فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب کنید و هم علامه زنگک را نیز فشار بدهید. اگر خواستید داستان را جهت خوانش با من شریک کنید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا با من با تماس شوید و هم ایمیل آدرس fcmedia@gmail.com را نیز فراموش نکنید. آغاز داستان. حکایت کنند که مردی به خاطر ناداری 3 شب گرسنه سر به بالین گذاشت. همسرش او را تحریک کرد که به دریا برود، شاید خداوند چیز نصیبش گرداند. مرد تور ماهیگیری برداشت و به دریا زد. تا نزدیکی غروب تور را به دریا می انداخت و جمع می کرد، ولی چیزی به تورش نیفتاد. قبل از بازگشت به خانه برای آخرین بار تورش را جمع کرد و 1 ماهی خیلی بزرگ به تورش افتاد. او خیلی خوشحال شد و تمام رنج‌های روز را با دیدن این ماهی بزرگ از یاد برد. او زن و فرزندش را تصور می کرد که چگونه از دیدن این ماهی بزرگ غافلگیر می شوند. همان طور که در سبززارهای خیالش گشت و گذار می کرد، پادشاهی نیز در همان حوالی مشغول گردش بود. پادشاه رشته خیالش را پاره کرد و پرسید در دستت چیست؟ او به پادشاه گفت که خداوند این ماهی را به تورم انداخته است. پادشاه آن ماهی را به زور از او گرفت و در مقابل هیچ چیزی به او نداد و حتی از او تشکر هم نکرد. او سرافکنده به خانه بازگشت. چشمانش پر از اشک و زبانش بند آمده بود. پادشاه با غرور تمام به کاخ بازگشت و جلوه ملکه می بالید که چنین صیدی نموده است. همان طور که ماهی را به ملکه نشان می داد، خار به انگشتش فرو رفت. درد شدیدی در دستش احساس کرد. سپس دستش ورم کرد و از شدت درد نمی توانست بخوابد. طبیبان کاخ جمع شدند و قطع انگشت پادشاه را پیشنهاد نمودند. پادشاه موافقت نکرد و درد تمام دست تا مچ و سپس تا بازو را فرا گرفت. چند روز به همین منوال سپری شد. طبیبان قطع دست از بازو را پیشنهاد کردند و پادشاه بعد از ازدیاد درد موافقت کرد. وقتی دستش را بریدند، از نظر جسمی احساس آرامش کرد، ولی بیماری دیگری به جانش افتاد. پادشاه مبتلا به بیماری روانی شد. مستشاران و مشاورین گفتند که او به کسی ظلم نموده اند که این چنین گرفتار شده است. پادشاه بلافاصله به یاد مرد ماهیگیر افتاد و دستور داد هر چی زودتر نزدش بیاورند. بعد از جستجو در شهر، ماهیگیر فقیر را پیدا کردند و او با لباس کهنه و قیافه شکسته
بر پادشاه وارد شد. پادشاه با او گفت: آیا مرا می شناسی؟ مرد: آره، تو همان کسی هستی که آن ماهی بزرگ را از من گرفتی. پادشاه: می خواهم مرا ببخشی و حلال کنی. مرد گفت: من تو را بخشیدم. می خواهم بدانم بدون هیچ واهمه به من بگویی که وقت ماهی را از تو گرفتم چه گفتی؟ مرد گفت: به آسمان نگاه کردم و گفتم: پروردگارا، او قدرتش را به من نشان داد، تو هم قدرتت را به او نشان بده. این داستان تاریخی یکی از زیباترین سلاح‌های روی زمین را به ما معرفی می کند. می دانید آن سلاح چی است؟ آن سلاح، سلاح دعا است. شنونده های عزیز، داستان پند دهنده خوبی بود. پایان داستان. برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.